پروندت هم که سنگینه، سابقه داری، اخاذی، زورگیری، کتککاری. از دیکی طلبکار بودم نمیداد، منم مجبور شدم بزنمش که طلب آن بگیرم. خب گرفتی؟ گرفتار شدم میبینید که، ولی رضایتش رو میگیرم میرم بیرون. نه دیگه، این دفعه فرق میکنه. چه فرقی؟ فرقش اینه که پروندت اومده زیر دست ما. خب یعنی چی؟ یعنی که پروندت با یه پرونده امنیتی گره خورده. حالا خودت بگو موضوع ضرب و شتم چی بوده؟ اون که شغلمونه. کدومشون؟ کدومشون؟ چند وقت پیش با یه رفیق گردن کلفت دیگت میریزین توی یه خونه باغ، پروژه دانشجویی چند تا دانشجوی بدبخت میزنید داغون میکنید، یکیشون هم تا میخوره کتک میزنید. کی اجیرت کرده بود؟ مثل همیشه یه مشتری. مشتری این؟ نه این؟ اینم نه. این چی؟ نه هیچ کدوم اینا نبودن. خیلی خوب، خودت خواستی، حالا حالا مهمون مایی. ای آقا، میگم هیچ کدوم چرا باورتون نمیشه؟ یکی دیگه برده، یکی دیگه خورده، تو اونوشو من بعد پس بدم؟ من فوق و فوقش زورگیر سادم. آقا امنیتی ممنیتی چیه؟ پرونده رو چرا امنیتی میکنی؟ صدا تو بیار پایین. حالا هر چی میپرسم درست جوابمو میدی. کی اجیرت کرده بود؟ یه بابایی به اسم داورپناه. الان کجاست؟ نمیدونم، میخواست بره ترکیه، از اون برم بره اروپا. یه بلد میشناختم، معرفی کردم قاچاق ردش کنه بره. همین. سلام آقا، حاضری؟ چقدر دیر کردی؟ یه برای که میذاشتی صبح میشد. هرچه دیرتر امتر. پاشو بریم. منو میخوای با این بفرستی اون برای مرز؟ نه، یه بنز مدل بالا دمه داره. فکر داری میری پارتی؟ مسیر قاچاقه، برو ماموره، سنگلاخه، گردنه هست. وسایل دینه؟ بله. ببینم جرمه چیه؟ حالا کی گفته من جرم دارم؟ آدم بی جرم از باند فرودگاه میره، با عزت و احترام میره، از روز روشن ترسی نداره، پاسپورتش قانونیه. آدم کشتی؟ سیاسیه؟ اختلاس کردی؟ ناموسیه؟ چرا من این چیزا رو باید برای تو توضیح بدم؟ آه؟ راه طولانیه، شنیدن قصت راه رو کوتاه میکنم. حالا تو فرض کن من حقم و از یه کارخونه گرفتم، میخوام برم اون برا. حق گرفتنی نیازی به این راه رفتن نداره. جواب قانون چی میدی؟ من چرا اصلا باید جواب تو رو بدم؟ من جواب بابام رو هیچ وقت ندادم. ولی باید جواب قانون رو بدی. دست رو بگی بالا. رای دیگه نداری. دست رو بگی بالا. خانم سالون آچار 17 رو به من میدین؟
زحمت اون آچار هفده رو بدین. دست شما درد نکن. بسته نباشه آقای مهندس. دور موتور بالا. بله استاد. نگهدار. نگهدار. وزن این گارد نسبت به این دور موتور زیاده. باید دور موتور رو ببریم بالا. بله. آقا جواد، آقا جواد، بابا بیا به داد ما برس. چی شد امور احمد؟ بابا ما که حریف این بچه نمیشیم. معلوم نیست تمام وسایل مسئله جمع کرده رفته دم در نشسته میگه من پدر مادر رو میخوام. ببخشت دوستان، ببخشت. سلام به روی ماه. چرا ساکت رو بستی؟ کجا به سلامتی؟ میخوام برم دنبال مامانم. مگه میدونی کجاست؟ نه نمیدونم، ولی انقدر میگردم تو مامانم رو پیدا کنم. میدونی این شهر چقدر بزرگه؟ میدونی چقدر آدم توش زندگی میکنه؟ خب میری گم میشه عزیزم. نه گم نمیشم، چون دیشب خواب مامانم رو دیدم که گفت حتما میام دنبالت، حتما هم حتما گفت بارانم با خودمون میبریم. بچم خب گفت که میام دنبالت، نگفت ساکت رو جمع کن بیا دنبال من. که اگه اینجوریه انگرم اینجا میشینم تا مامانم بیاد. من وقتی بچه بودم هم سن و سال تو یا شاید کوچیکتر، هر روز میومدم تو کوچه میشستم زول میزدم به تای کوچه، شاید یه روزی مادرم از پیچ تای کوچه رد شو بیاد منو وردارو با خودش ببر. اومد؟ نه عزیزم، سالها بعد اومد. یعنی مادر شما نیمد؟ مادر من نمیاد؟ من مامانم رو اصلا نمیشناختم، وقتی بزرگ شدم فهمیدم کیه. من مامانم میشناسم، چون همیشه تو خوابایی که میبینم مامانم هم هست. خب این یعنی خیلی دوستت داره، یعنی همیشه حواسش به گل پسرش هست که میاد بخوابت، مگه نه؟ حالا باشو بریم تو. نه نمیخوام. آقا پسر، این خونه چوب بستنی چیه که همش چسبیدی بهش؟ میگی به من؟ این گنج منه، وقتی که مامانم دیدم میخوام اینو بهش هدیه بدم. خیلی هدیه قشنگیه. پس مثل لاک‌پشت شدی، خونه تو میذاری رو کوله تو دبوده کرفت. این که رو کول من نیست، این الان تو بغل منه. بدش ببینم رنگ. ببین چه خونه خوشگلی،
چه سقف و دیوارهای محکمی هم داره نه؟ فقط یه ذره خورده کاری داره مگه نه؟ بله، اگه لامپاشم بذاریم دیگه آماده میشه. خب البته فکر کنم دو تا اتاقم کم داره که وقتی مامانش اومد یه اتاقش برای تو باشه، اتاقش برای مامانت، نه؟ خب حالا باید به هم کمک کنی یه خونه بزرگتر بسازیم که وقتی مامانت اومد دو تایتون جوش جا بشین. یعنی اونقدی بزرگ میشه که توش یه تولد بزرگ با یه کیک بزرگ بگیریم؟ بله که میشه، هم برای که تولد خیلی بزرگ میگیریم، هم یه کیک خیلی 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 بزرگ. خوبه؟ موافقم. نخندیدی چرا؟ بخند ببینم بیشتر. بله. کار مهم. بچه های تحرکاتی تو پایگاه قندهار دیدن. مخبرمون گفته جونور قندهار قراره بپره. شاید این تنها فرصت ما باشه که بتونیم شکارش کنیم. اگه سالم هم به دستش بیاریم چه بهتر. این دیگه دست خودتو میبوسه دکتر. از اطلاعات سامانه راداریش چیزی به دست آوردین؟ بله، سامانه راداریش یه SIDL. این کلی اطلاعاتی که داریم. چیزی تو ذهنتونه دکتر؟ شاید بشه با تمهیدی فریبش داد. کی باید بریم؟ خاله ببینمت. خاله چرا گفتی لباسای قشنگ بپوشم؟ برای اینکه جشنه. اونو که میدونم، ولی نگفتین جشن کی. خب خاله این یه راز. یعنی به منم نمیگی؟ خب اگه بخوام به تو بگم باید به بقیه بچه هام بگم. خب بگیم، مگه چی میشه؟ اون وقت که دیگه اسمش راز نیست. اگه نگه من نمیزم آموش موشی ببندید. اه؟ بله. اینجوریه؟ جشن تولده. هورا! جشن تولده کی؟ رحیم. رحیم؟ به کسی نمیگی یا؟ بلنشو بریم. به 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 چه گل دخترهایی داریم، ماشالله. یکی هستی که خانومتر خوشگلتر. دست شما در بکنیم. اختیار داری، اختیار داری. الان درست میکنم، بذار موهای باران تموم شه سنجاقش هم درست کنم. بخند ببینم خوشگل شدی. تموم شد خاله. چه گل سر قشنگی داری شما. چقدر قشنگ موهای شما. آماده میشی برای تولد؟ بذارم این بری دوست داری؟ این بری باشه؟ اینجا بزنم؟ خیلی آفرین. نفس بکش الان خفه میشی. نفس بکش. بچه بیان کتر قشنگی. برو عزیزم، برو همونجا بشینم. بودو ببینم، بودو بزنیم. اما حاضی کجا بشنم؟ عزیزم همونجا، همونجا که بهت گفتم. برو بشین، بودو ببینم. به 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 موهاشو نیاسه. این بادکنکو بگیر، برو همینجا بشین. برو کلا، برو عزیزم، برو بشین. برو بشین، بودو بدونم. آنم آرش هم کجا رو بذارم؟ همونجا، همونجا بذارش. آفرین برشا، همگی بشینی. دکتر توفیقی کجا رفیه بود؟ با خانمشون صحبت کردم، مثل که ماموریت مهم براش پیش اومد رفت. ما بالاخره نفهمیدیم این آقای توفیقی چی کار است. استاد دانشگاه است، آدم امنیتی پلیسه، آدم خوبی.
اون وقت الان پروژه دکتر توفیقی چی میشه وقتی خودش نیست؟ پروژه تقریبا کارش تمومه، یه سری کدگذاری و کار نهایی مونده که من و مرضیه خانم باید با هم انجامش بدیم. عجب، تو و مرضیه خانم؟ آره. خب چطور؟ هیچی، همینجوری. البته اینجوری که بوش میاد باید تنها انجامش بدم. چرا؟ بنده خدا همش درگیر کارهای خانه مهره، بچه ها خیلی دوستش دارم، مهره بچه ها خیلی افتاده به دلش. احسنت، تفلک خیلی هم گرفتار شده درگیر این بچه ها. موندم با اخلاق تند توفیقی چجوری کنار اومدی؟ دکتر توفیقی با اون آدمی که ما تو دانشگاه میشناختیم خیلی فرق داره. واقعا؟ آره. واقع فرقش چیه؟ خیلی آدم احساساتیه، انقدر مهربونه مسئول. باید باشی ببینی با این بچه ها چطوری برخورد میکنه. بالاخره پدر و دختر به هم رفتن دیگه، پر از احساسات، پر از مهر، پر از محبت. مثل اینکه خیلی روی این جواد آقای ما تأثیر گذاشتن. خیلی خانواده خوبی هن، خیلی صمیمی هن. همین چند وقت پیش خانمشون لطف کرد غذا درست کرد و دور هم خوردیم. پس غذا هم برات آوردن دیگه. چی کارو کردن جواد آقا؟ همچی دلتو بردن ها، قشنگ معلومه. یعنی چی؟ یعنی بدت نمیاد بشی عضوی از خانواده توفیقی؟ بشم عضوی از خانواده توفیقی؟ آره خب خیلی دلشون هم بخواد. چی میگی تو؟ کافر همه رو بکشه خود بندارد. باشه جواد آقا، ما کافر، ولی چشم آدم ها دروغ نمیگه. ای بابا، ای بابا. بله. الو. سلام. سلام جواد، پس کجایی شما؟ ما تو راهیم، زود میرسیم. بابا این بچه گناه داره، با همه منتظرن صداشون در اومده دیگه. تا شما سرگرمش کنیم ما هم با کادوش میرسیم. باشه، بس منتظرتونیم. خدا نگهدار. تو مرو. مرضیه خانم بود؟ نه خیر، آقای همت بود. برو. دستا بالا. دیشب پریشب اشکنه خوردن تو بازار، تنه خوردم. دیشب پریشب اشکنه خوردم تو بازار، تنه خوردم. خدا خواست که نمردم. تولد، تولد، تولد مبارک. آقا شمارش معکوس میشماریم برای رحیم. 6 5 4 3 2. Yeah.
آقای مهندس جوادی؟ آقای عباسی؟ خدا خیرتون بده مامان، شب خوبی رو بر بچه ها ساختین، چشاشون از خوشحالی برق میزد. من که فقط پیشنهادشو دادم، همه زحمت ها رو آقای جوادی کشید. فقط آقای جوادی؟ نه خب کل مجموعه زحمت کشیدن. منظورم اینه که آقای جوادی یه جور خاصی این بچه ها براش مهمه، خیلی براشون دلسوزی میکنه. اون که بله، آقای جوادی خیلی خواستن. میگم مامان، یه چیز رو متوجه شدی؟ چی مامان؟ وسط های جشن وقتی آقای جوادی رفت بیرون و برگشت دیگه رنگ به رخسارش نبود، دیدی؟ نه من متوجه نشدم، ولی انگار شما خیلی حواستون جمع بوده. همین جوری دارم میگم، آخه اصلا دیگه هوش و حواسش سر جاش نبود. تو هم خیلی هوش و حواست سر جاش نبود. مامان منظورت چیه؟ منظوری ندارم مامان، منم این روزا رو گذروندم، معنی این نگاه ها رو میدونم. آدم های با حیا حرفاشون رو با نگاهاشون میزنن مامان. میشه خواهش کنم این بحث رو تمومش کنی؟ بله این بحث رو تموم میکنم، ولی در اصل ماجرا چیزی عوض نمیشه. چی آقا رحمه؟ چته؟ چرا تو لکی؟ هیچی. چرا؟ یه چیزی تا هست؟ بگو. من نگو که من خودم بچه پایینم، من دیدم این پسر جواد از وسط تولد کشونیش بیرون، معلومه چی در گوشش گفتی وقتی برگشت دیگه این جواد اون جواد نبود، یعنی اون جوادی که من میشناسم این جواد نبود. چی کار کردی؟ چی گفتی؟ چه گندی زدی؟ پشت اون چهره مظلوم چی قایم کردی؟ بگو به من. مچ دستم میشکست اون در باز نمیشد. من کاری به مچ دستت ندارم، فقط یک کلمه من میخوام بدونم آقا چی گفتی به این بچه، چی کارش کردی؟ بگو، حرف بزن. خیریت کردم بردم تو بودریش. آقا میشه واضح حرف بزنی؟ من دارم با تو حرف میزنم مثل بچه آدم، بدارم میگم چی کار کردی، چه گندی زدی، حرف بزن دیگه. چی گفتی بهش؟ مگر اینجا مزمون دقام بازخور چی بگن؟ آروم افشین بود. کنوم افشین؟ افشین قطبی؟ نه با افشین پیروانی. اونجا چی کار؟ افشین سنگچاپ؟ نه آقا یک کلام به من بگو دیگه، کدوم افشین؟ کدوم افشین بود؟ رفتی بیرون چی کار کردی؟ کدوم افشین؟ بگو دیگه. افشین عباسی. افشین عباسی؟ بابا افشین عباسی کارخونه داشت که من اونجا نگهبان بودم، یه دختر داشت که اسمش مومو مژگان میگفتن، اون دیگه پدر. تو افشین عباسی از کجا پیداش کردی؟ چطوری گیرش آوردی؟ تا دیم بچه این آروم شده داره دل به یکی دیگه میبنده، سریع زنگ زدی آمریکا افشین عباسی برش داشتی آوردیش ایران؟ مزدور، آدم فروش، آره جاسوس. این چی کاری بوده کردی؟ این چه گندی بوده زدی؟ چرا این کارو کردی؟
ببین یه دماری از روزگار در میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنه. حالا نگاه کن بابا، ول کن، ما نرمش بخارش دادم داری باید نرمش بخارش دادی، الان نرمش رو بهت نشون میرم. خانم درخشانی اونو چی کار داری؟ اونو چی کارش دارم بهت میگم خانم رخشانی. بابا به اون رو یه رفت داشتیم بیاریم به جان کتی من هیچ کاری نکردم. کتایون خانم شما چرا ازشون طلاق نمیگیری؟ آه استغفر الله، این چه حرفیه رحمت؟ باز چی موش به گربه دادی ها؟ خانم یه موشی به گربه داده که هیچ گربه‌ای که هیچ موشی هم نمیتونه این کارو بکنه. یعنی کاری کرده که این جواد دیگه جواد سابق نیست. از دست رفت، تموم شد. خانم آتیش به زندگیم زدی؟ چی شده رحمت؟ بگو ببینم چی کار کردی؟ هیچی خانم، برو از اون آقای کریم آقا بپرس. من حال ندادم ها، من اصلا داغونم. آقا کریم، آقا کریم. آقا جواد، استاد کجایی؟ چت شدی و چرا این منگا شدی؟ اتفاقی افتاده؟ مژگان برگشته. چی؟ مژگان برگشته؟ چی مژگان برگشته؟ مژگان تهران. گرفتی ما رو؟ بی خیال. داره که باز کردم آقای عباسی پشت در بود. انقدر شوک شدم دیدمش اصلا نفهمیدم چی گفتم. اولا هیچ حرفی بهش نزدم. یعنی هیچ حرفی باش نزدی؟ چرا؟ چرا آقای عباسی؟ چرا اون همه بازی با من رو انداختی؟ چرا از مژگان هیچ خبری نبود؟ چرا درست وقتی که داشتم سنگ قبر اون همه خاطره رو میذاشتم برگشتیم؟ چرا اومدی نبش قبر کنی؟ پس میخواستی فراموشش کنی؟ جواد جان، عشق و علاقه چیزی نیست که آدم به این راحتی بتونه فراموشش کنه. شما که به اون علاقه اعتقادی نداشتیم. اعتقاد داشتم، باورش نداشتم. حالا چی شده که باور کردی؟ من به تو خیلی بد کردم، میدونم. مانع دیدارت با مژگان شدم، چوب لای چرخ رابطتون گذاشتم، سنگ اندازی کردم، غرورتو خورد کردم، آدرس اشتباه بهت دادم، چشم انتظار گذاشتمت. ولی واقعا تو اون برها از زمان فکر میکردم همه اینا برای آینده مژگان لازمه. پی آینده رو تضمین میکنه. کی آینده رو تضمین میکنه؟ واقعا کی آینده رو تضمین میکنه؟ برای تضمین آینده از این مملکت خارج شدم. دنبال یه رویا بودم، چیزی به دست نیاوردم به کنار. سارا رو هم از دست دادم. جدا شدین؟ ترکم کرد و رفت یه سفر بی بازگشت. فوت کردن؟ متاسفانه. چطوری آقای عباسی؟ زندگی اونجا خیلی سخت بود، گرفتاری همون زیاد بود. شریکم کلاهبردار از آب در اومد. سارا قصه میخورد، قصه منو، قصه مژگانو، قصه زندگیمونو.
میگفت برگردیم، ولی مرغ من یه پا داشت. گفتم نه، میمونیم درست میشه، ولی نشد. سارا فوت کرد، کمرم شکست. بعد از اون همه فامیل ترکم کردم، دوستا، آشنا، حتی مژگان دردم کرد. میگفتن سارا به خاطر کارهای تو دق کرده. طبق وصیتش تو تهران دفنش کردیم، درست پیش فردام سومشه. سارای عزیزم قبل از مرگش ازم خواست هیچ مراسمی براش نگیریم، هزینه هاشو صرف امور خیریه کنیم. نمیدونم چی بگم. به تمام این سالا ثانیه به ثانیه لحظه شماره میکردم تا ببینم اتون، تا بغض همه این سالا رو سرتون خالی کنم. ولی چی؟ ولی دیدی آدمی که زمین خورده دیگه ارزش لگد زدن نداره ها؟ آقای عباسی، من هم شونه به شونه تو ناراحتم. این خبر حال منم خراب کرد. سارا خانم زن مهربونی بود، درست برعکس من. مژگان خانم چطوره؟ مژگانم خوب نیست، به خاطر سختی هایی که کشیدیم روحیش خرابه. بعد از بوت سارام که بدتر شد، الان واقعا بایی تشهر داغون میشه. جواد جان، فردا میخواییم بریم سر خاک سارا. اگه میخوایی مژگانو ببینی فردا وقتشه. فردا میخوام برم ببینمش. کجا؟ به این سهرا. بری به این سهرا؟ آره، میخوام برم جواب سوالمو بگیرم. دارم شروع میزنم اصلا نمیدونم کار درستی دارم میکنم یا نه. جواد جان، بعد 6 سال میخوای بری مژگانو سر خاک مادرش ببینی؟ به خاطر همین دارم شروع میزنم. از یه طرف میگم نرم، ولی از یه طرف هم میگم باید برم جواب سوالامو بگیرم. جواب تمام سوالایی که تو این سالا تلمبار شده رو باید بگیرم مسعود. اوکی، برو جواب سوالاتو بگیر، اما یادت نره همیشه همه جوابا خوشایند آدم نیست. من اصلا دیگه نمیدونم چی خوشاینده، چی ناخوشاینده، چی درسته، چی غلطه. من فقط میدونم اگه جواب سوالامو نگیرم، این جنگی که تو متو ابد با هم میمونه. میفهمم، حق داری جواد جان، بدشانس‌تر از من تویی. خدا وکیلی الان وقت اومدن مژگان و باباش بود تو این هیرو بیری. عد زمانی که همه چی داشت درست پیش میرفت اینا اومدن. امشب بمونم پیشت؟ نه، راستش میخوام یکم تنها باشم فکر کنم. باش، تنهات بذارم. جواد، خواهشن احساسی فکر نکن، تصمیمی بگیر که به نفعت باشه. صبح میام دنبالت، میبرمت به ایزهرا. نمت کم، چاکری، خداحافظ. مسعود، چرا هم خاموش کن؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. اگه حال میپرسی حالمه، گذشتم مثل سایه دنبالمه،
نشستم هوا تا سرم بپره، نشستم که این سالها بگذره. برو به کسایی که میشناختم بگو من قمار تو را باختم. به هر سمتی رفتی موافق شدم، میخواستم به جنگم که عاشق شدم. رفتی یا دادی بر بادم، اسمم را بردم از یادم. دیوونم 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 دیوونه، حال امشبم را جست و کی میدونه. بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار. دیوونم 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 دیوونه، حال امشبم را جست و کی میدونه. بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار. نه نگران نباش، فقط یه ذره دماغم خون اومد. ببخشید همه شخصی من بود، اگه تو هم منو نجات نمیدادی اونا صورت منو زخمی میکردن. سب میکنم تو بزرگ بشی. خدا بز بابا. آدم وقتی عاشق میشه معنی جدا شدن. میخواستم بمیرم که تو خندشی، یه جوری بمونم که شرمندشی. تو میگفتی این زندگی ساده نیست، میگفتی دلت هست و آماده نیست. تا روز قبول شدنت فراموشم کن. من آینده حال مغرورتم، هنوز عاشقم عاشق دورتم. نشستم تو سالهای دل با پسی، شده قبل مردن ولی میرسی. رفتی یا دادی بر بادم، اسممو بردم از یادم. تو کی میدونه. بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو میگین انتظار. دیوونم 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 دیوونه، حال امشبم و جز تو کی میدونه. بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار. حالا تو به حرف قرارتی یا حرف دلت؟ بیقراری دلم. بلوگ چند بود؟ 950. 549 بعدی باش. بیا سلام آقای عباسی، نصیحت میکرد. خیلی ممنونم. سلام آقای عباسی. سلام علیکم. آقای مهندس تابش دوست و همکار و همدانشگاهی من هستم. خوشبختم. سلامت باشین، تسلیت میدم خدمت. خیلی متشکرم. فکر نمیکردم تشریف بیارین.
برای نیومدن هزار و یک دلیل داشتم، ولی برای اومدن همون یه دلیل کافیه. اون یه دلیل هم حتما موجودن. برو ببخشین چند لحظه تشریف میدونی؟ مهندس جوادی عزیز، با اومدنت اینجا بزرگی تو ثابت کردی. اختیار داری. خواهش میکنم بزرگواری کن، چیزی بهش نگو. من به اجبار آوردم به ایران، میترسم اگه تلخی ببینه برگرده. خواهش میکنم ازت. چشم. خیلی ممنون. بفهمید. خواهش میکنم. جواد جوادی؟ چقدر تغییر کردی؟ شما هم همینطور. خوشحالم از دیدن جواد. از اون روزی که تنهامون گذاشتی، من از این خونه بیرونم نمیرم تا دل و پس دل تنگیم نباش. من به دنیا اومدم عاشق بمیرم.